ما بدین در نپی حشمت و جاه آمدیم، از بد حادثه اینجا به پناه آمدیم. رهرو منزل عشقیم و ز سرحد عدم تا به اقلیم وجود این همه راه آمدیم. کوچه ایرانیان. این طرف هم آقای دکتر حسین نصر و آقای قطبی نشسته بود. آقای رضا قطبی. رضا قطبی نشسته بود. علازت این نطق رو خوندن، یعنی نگاه کردن اینا، بعد این نطق رو انداختن جلو من رو میز، نگاه کردن به این دوتا آقایون و گفتن که من نباید این حرف رو بزنم. من نباید این حرف رو بزنم. چی من بگم؟ ایران خدای نخواسته و عمرم میدارم 30 دفعه تکرار بشه، بنده باز خواهم گفت همونطوری که گالیله گفت هر چی میخواد بگید زمین میچرخه، خواهم گفت که دموکراسی تنها راه نجات ایرانه، هر قدر مشکل باشه، هر قدر دشوار باشه و هر قدر که ما ناپخته باشیم. با درود فراوان به شما تماشاگر برنامه کوچه ایرانیان هستید. به سالگرد انقلاب اسلامی نزدیک میشویم و خاطرات ناخوشایند این دگرگونی که همراه با جان باختن آزاد مردان ایران است ما را به 35 سال پیش میکشاند. واقعیت هم این است که گذشت این 35 سال و شناخت امروز ما از حکومتی که به نام الله در کشور ما حاکم شد، چشم ما را به آنچه که بر ما گذشته کاملا باز میکند. عدل الهی با چهره جدا از آنچه ما در رژیم گذشته از عدل خدا میشناختیم و فساد وحشتناک گسترده امروز در مقابله با فسادی که ما در رژیم گذشته به آن معترض بودیم، همه و همه نشان از آن دارد که بدون شک ملتی از 36 سال پیش به دام اهریمنی پیشبینی نشده افتاده است و تمام تئوری‌های آن زمان که ایدئال‌های دوران مدرنیته را در بر داشت باطل از آب در آمد. حتی لغاتی مانند دیو و فرشته رنگ باختند. یعنی امروز به وضوح می‌بینیم شعار دیو چو بیرون رود فرشته در آید، جای دیو و فرشته کاملا تغییر کرده. آیا خمینی فرشته بود؟ بدون شک نه. آیا شاه دیو بود؟ به هیچ وجه. قبول کنیم به همین ترتیب فرهنگ ما نیز وارونه شده است. اگر رژیم میگوید عدل الهی، میدانید که منظور از دار زدن و زندان و شکنجه و اسید پاشی است. حالا اگر از خشم الهی صحبت میکنند یا شعارهایی مانند اسرائیلی ها را به دریا میریزیم، یعنی هیچی. یعنی شعار برای حفظ مقام. آمریکا از ما میترسد، یعنی بدون شک اگر آمریکا به ما حمله کند، ما مانند صدام حسین در سوراخ موش قایم میشویم. امیدوارم شما هم به این نتیجه رسیده باشید. هفته آینده مینشینیم پای صحبت دکتر محسن سازگارا که همه این دگرگونی تاریخی را لازم تشخیص میداد و از آن به نام زایمان یاد میکند. زایمانی که ما چند میلیون مهاجر و کوچکننده ایرانی در مراحل اولیه‌اش هستیم و شاید این ناراحتی ما حتی درد زایمان هم به حساب نیاید، چون معتقد است که درد این زایمان تاریخی در راه است. یه ذره بریم عقب‌تر. درسته ایران پیشتاز شد تو منطقه، ولی در تحلیل نهایی این زایمانی است که داره دنیای اسلام میکنه برای ورود به مدرنیته. دیر و زود داره، سوخت و سوز نداره. این زایمان ببینید هنوز دردناکه، هنوز داعش توش متولد میشه، طالبان متولد. اخوان المسلمین مصر رو هیچکی باور نمیکرد بعد از 80 سال حزب اینقدر احمق باشه. هنوز اردوغان بعد از 60 سال سکولاریسم در ترکیه داره میره به سمتی که برش گردونه. این ماجرا، این زایمان در واقع به نظر من هنوز سرش به بالین آسایش نرفته. به مناسبت نزدیک شدن به سالگرد انقلاب و نخست وزیری شادروان دکتر شاپور بختیار در آن دوران، بگذارید به برداشت او از این دگرگونی بپردازیم و اینکه دموکرات بودن چه پرنسیپ هایی دارد. دکتر بختیار.
پس من آخرین سوال خودم رو مطرح میکنم آقای دکتر بختیار، و اون اینی که در نظر بگیرید که زمان برگرده به سال 57، یعنی همون دورانی که شما نخست وزیر بودید در ایران و خمینی قصد بازگشت داشت. اگر این دوباره تکرار بشه، سوال من اینه که آیا شما دوباره همون اعمال دموکراتیک رو انجام میدید که اون زمان انجام دادید، یا اینکه کار دیگه خواهید کرد؟ من معتقد هستم که آدم فرصت طلب و اپورتونیست با آدم اصولی همین فرق داره. یک اصولی است که باید در ایران پیاده بشه و اون دموکراسی است. نداشتن دموکراسی مردم را وادار کرد که به یه شیادی مثل خمینی گوش بدن. اگر به من هم فرصت داده بودند، به ما فرصت داده بودند، به مردم ایران آزادی حد اول داده بودند، کسی گوش به خمینی فرا نمیداد. مردم ایران به حساب نیامدن، یعنی رأی ملت، حتی الیت ملت، برگزیدگان ملت به حساب نمیامد. از این جهت من با علم و اطلاع این که روزهای اول بسیار دشوار خواهد بود و خشونت شاید متاسفانه لازم باشه، ایران تکرار میکنم متاسفانه، ولی از همان روز اول باید قدم‌های در جهت دموکراسی، یعنی شرکت دادن مردم در اداره مملکت داده بشه. هر کس این کار را عملاً، نمی‌خوام بگم اشخاصی که جنایتکار بودند در ایران و حالا همه سوسیال دموکرات شدند در خیابان شانزلیزه یا در هایت پارک لندن یا در همون طرف‌های لس آنجلس شما که متأسفانه همه اشخاصی اونجا هستند ایرانیان دموکراتی نیستند، حتی ضد دموکراسی هم هستند. داریم. متاسفانه. در هر صورت اون چرا که بنده میخواستم عرض بکنم، اگر صد مرتبه من برگردم به ایران خدای نخواسته و عمرم میدارم 30 دفعه تکرار بشه، بنده باز خواهم گفت همونطوری که گالیله گفت هر چی میخواد بگید زمین میچرخه، خواهم گفت که دموکراسی تنها راه نجات ایرانه، هر قدر مشکل باشه، هر قدر دشوار باشه و هر قدر که ما ناپخته باشیم، ولی باید شروع کرد از یک روز و از یک جا. و این را من دارم که از کجا شروع کنم. هیچ لزومی نداره که روز اول ما انتخابات آزاد سراسر ایران هم محال بیدم، بچه که نباید باشه، نه، ولی میشه دهات را آزاد گذاشت که کت خدا داشته باشن، که سازمان امنیت نیاد بگه فرمودن ایشونن، حاج من جعفر یا حاج من باقر هر کی میخواد باشه باشه، به من و شما چه تأثیری داری که این باشه یا او باشه. بایستی به مردم آزادی بیان داد، اما باز آزادی کلاشینکوف خیر، آزادی کوکتل مولوتوف خیر، آزادی ساختن بمب خیر، آزادی بیان، آزادی تشکیلات سیاسی در چارچوب قانون. یعنی این کار رو باید کرد و این عمل اگر نشه دوباره در اختفاس و همون بازی که پیدا شد، یه دهی که مأیوس شدند وقتی که این درها همه بسته شد و این دود توی اتاق پیچید، شما از پنجره هم خودتون بیرون میاندازید. پس معتقد بینیستید که اگر خلاف اون شما انجام داده بودید، پیشگیری میشد از اینکه ملایان قدرت رو به دست بگیرن؟ من تعجب میکنم، تمام دستگاه ایران، تمام فلج بود، تمام اعتصاب بود، تمام ارگانهای مملکت ما به حالتی در آمده بود که اصلا قابل تصور نیست برای شما بعد از 7 سال. فقط یه آدمی چهار کنم، شاید لغت را نتوانم به آسانی بگم، دل به دریازنی ممکن بود یه همچین مسئولیتی در اون جریانات قبول بکنه، معاذ. و این رقم و عدد از همون روزنامه‌های تحت کنترل آخوندها هست. وقتی برای قانون اساسی ما شروع به تظاهرات کردیم، هفته اول 5,000 نفر بودیم، آخر همون ماه 150,000 نفر. و اگر خائنینی که بی‌طرفی ارتش را اعلان کردند و اکثرشون هم خیلی صحیح و سالم همون طرفهای شما و طرفهای ما راه میرند، اگر اینها نبودند و این جریان ادامه پیدا میکرد، آخوند، گروه آخوند به طور کلی پشت میز مینشست و با دولتی که
اون نقاط ضعف شریف امامی ها و غیره را نداشت، می نشست به صحبت کردن. اون چرا که ملت ایران در مدت 25 سال خواسته بود و بهش ندادن، من شروع کردم و بهش دادم. دیگه این ایراد نیست. بنده هیچ قمارخانه را اداره نمی کردم که بعد بگم من بستم قمارخانه را. صریح و صدیق حرفی که 10 سال 15 سال 20 سال زده بودم باز تکرار کردم. و این عرض میکنم حضورتون که قدرت عظیمی که در یک آدم هست ایمان اون آدم. اگر شما ایمان داشتید به قول معروف کوه را بلند میکنید، ولی اگر ایمان نداشته باشید هیچ به درد نمیخوره این کار. امیدوارم که دوستان خارج از کشور ما اقلا حالا که در داخل نمیتوانیم با تلویزیون باشون صحبت بکنیم این را متوجه باشند که باز اگر من برگردم مسئله دموکراسی اولین کار و تنها راه نجات ملت ایرانه. به حساب آوردن ملت در اداره کردن ملت، این معنای دموکراسی و تحمل عقیده مخالف. خیلی دکتر بختیار، خیلی متشکرم از اینکه وقتتون رو به من و تلویزیون ایرانیان دادید. خیلی خیلی متشکرم که شما این فرصت رو به بنده دادید که با هموطنان دور چند دقیقه صحبت کنم. خواهش می‌کنم. بله، امیدوارم که شما هم مانند من متوجه شده باشید که چه شانس بزرگ تاریخی را ملت ایران از دست داد. به جای انتخاب این سیاستمدار ملی و دموکرات که نظیرش را در تاریخ ما کم داشته ایم، ملت ما به خمینی و این دو تن رو آورد. علی اکبر بهرمانی از روستایی در اطراف رفسنجان و سید علی خامنه‌ای از شهر مشهد که هر دو به جای تحصیل علوم سیاسی برای کشورداری فقط درس فقه خوانده بودند. خب از قرار این انتخاب تاریخ است که ما با آن بدهکار بودیم. در دوران سلطنت خانواده پهلوی اینها به اعتبار این مملکت رو بسازند یه مقداری فضا، یه مقدار زیادی فضا رو تنگ کرده بودند. میگفتن بهتر است که ما فضا رو آزاد نذاریم که در اثر دموکراسی کامل مسائل عملی به بحث و فحص کشونده بشه و زمان رو گم کنیم. و اما عواملی که در سرنوشت ما، سرنوشت ملت ایران مؤثر بوده بسیارند. سرنوشت ما را بر سر ما ننوشتن، بلکه خود ما در آن نقش مهمی داریم. نکته با اهمیت نقش اشخاص و افراد مختلف در فرم گیری سرنوشت ماست. در روزهای بحرانی قبل از انقلاب که متاسفانه یک اتاق فکر در حکومت وجود نداشت، که البته این نقص را هم باید به پای پادشاه نوشت، زیرا هیچ گروهی را در آن روزها متحد بر نمی‌تافت، در چنین موقعیتی بودند اشخاصی که قدم به پیش می‌گذاشتند و با دید ناقص خودشان سعی می‌کردند که کمک کنند. از اینجا بود که حکومت به سراشیبی افتاد. آقای سید حسین نصر به همراه آقای رضا قطبی شاه را مجبور کردند که بگوید صدای انقلاب را شنیده است، یعنی آشوبی که خمینی به راه انداخته بود را قبول دارد. در اصل این یعنی پایان سلطنت در ایران. این یکی از بزرگترین اشتباهات رژیم گذشته بود که باید به حساب آقای رضا قطبی و حسین نصر نوشت. با لغت دیگر این افراد در سرنوشت سیاهی که من و شما امروز پیدا کردیم هم سهم داشتند. امروز من و شما به مرحله رسیدیم که چراغی در دست به دنبال کوتاهی ها و اشتباهات گذشته هستیم تا از آن پند بگیریم. چه کسانی این سرنوشت را برای ما رقم زدند؟ فقط شاه نبود، سفیر آمریکا و انگلیس در رأس آن بودند. آقای اسحاری و قره‌باغی هم کم گناهکار نیستند. خانم فرح که نایب السلطنه بود چرا در ایران نماند تا از فروپاشی ارتش پیشگیری کند؟ متاسفانه امروز هم کمتر کسی خود را
مسئول این نابسامانی می‌داند، در حالی که با چشم باز می‌توان دید که چه غفلت‌هایی عامل این نابسامانی و کوچ بزرگ ایرانیان شده است. وقتی هم یه تیاره سقوط میکنه متخصصین میشینن یاد سقوطشو بررسی میکنن تیاره بعدی سقوط نکنه. یه مملکتی سقوط کرده، بنده منزی یه آویاتور تیاره من رجوع این تیاره که میروندم فکر کنم. در اینجا بهتر است برای مرور مسائل آن زمان ایران یک بار دیگر بنشینیم پای صحبت دکتر امیراسلان افشار، رئیس تشریفات دربار شاهنشاهی، و به شهر نیس میرویم در جنوب فرانسه. اولین سفیر ایران بود در دربار ناپلئون از اجداد بنده است. آقای افشار، موقعی که شما در وزارت دربار مسئولیت تشریفات رو داشتید، ما میدونیم که یک روزی شاه فقید اعلامیه رو خوند که نطق معروفی به نام من صدای انقلاب رو شنیدم در اون گنجانده شده بود. در اون رابطه شما حتما در تشریفات اطلاعاتی داشتید. بله. چگونه اون نطق رو شاه نوشت و بعد خوند؟ این رو لطفا توضیح بدید. بله، اتفاقا من اطلاعات خیلی کاملی هم تعریف می‌کنم. برای اینکه همونطوری که خدمتتون عرض کردم، روزی که ازهاری آمد و شریف امامی رفت و بلافاصله روز بعد ازهاری به عنوان نخست وزیر آمد، وقتی که وزیر دولت معرفی کرد رفت، اعلیحضرت فرمود که قراره که یه نطقی حاضر بشه که بیارن اینجا سر رادیو تلویزیون، شما بگید خبر کنن که بیاد. منم به یزدان پناه که مسئول اطلاعات بود گفتم، اونم اطلاع داد که در ساعت یک بعد از ظهر باشن که نطق اعلیحضرت رو برپر کنن و بعدم در ساعت دو بعد از ظهر در تلویزیون در رادیو تلویزیون نشون بدن. بعد خب این گذشت، ساعت تقریبا شد نزدیک ساعت یک و از نوت خبری نبود. بعضی‌ها فرمودن این نوت کجاست که من صحبت بکنم؟ همینطوری فرمودن من آخه باید نوت رو قبلا یادم بخونم که در موقع خوندن دیگه توپخت نزنم، و این کجاست این نوت؟ من تحقیق کردم و بعد گفتن نوت حضور اولیا حضرته. بعضی‌ها فرمودن مگه اولیا حضرت میخوان نوت بکنن؟ عرض کردم خیر. گفت پس چرا نوت رو بردن اونجا؟ نوتو بگید بیارن اینجا. این اینه جرایانی که هست. بنده مثل که دیروز بود همش یادم هسته. بعد نوتو آوردن تو زور علازت و علازت هم این نوتو خوندن و بعد تشریف آوردن تو اتاق بنده. من پشت میز نشسته بودم. با نوتو آمدن اونجا من بلند شدم از پشت میز بودم بیرون، فرمودن نخیر بشین همینجا بشین، و مثل یک ارباب رجوع ایشون نشستن جلوی میز بنده. در اون ور آقای اصلانی همکار بنده که در تشریفات بود و خانوم کسی که در چیز هستن در لندن هستن، انصاری، بله، خانوم سودی انصاری، بله، منشی، بله، ایشون هم بودن که تایید بکنن، بله، آقای اصلانی هم یادداشت بکنه. این طرف هم آقای دکتر حسین نصر و آقای قطبی نشسته بود. بله، آقای رضا قطبی. رضا قطبی نشسته بود. علازد این نطق رو خوندن، یعنی نگاه کردن اینا، بعد این نوت رو انداختن جلو من رو میز، نگاه کردن به این دوتا آقایون و گفتن که من نباید این حرفا رو بزنم، من نباید این حرفا رو بزنم، چی من بگم؟ بعد هر دو آقای قطبی و آقای سیدن گفتن که آقای علازت الان وضع طوری هستش که علازت خودتون باید در ردیف ملت بذارید و ملت چیزی که میخواد اونجوری بفرمایید اینا، و اگر که موافقت میفرمایید نوت به همین طور باشه. خلاصه چون وقت نبود دیگه، این نقطه هم بایستی که زود علازت دوباره وقتی که اینو مطالعه کردم بعدم بخونن و این ضبط بشه و بره به چیز، به ساعت دو نمیرسید. حالا چه عجله بود که حالا اون روز برسه من نمیدونم، و این مجبور شدن این نقطه به همین ترتیبی که ملازم فرمایید علازت خوندن. بعد آقای قطبی و آقای حسین نصر وقتی که رفتن و این نوتو در حال قبولوندن به علازت که علازت بخونن، و علازت هم با کمال بیمیلی البته قبول کردن که بخونن،
ما منتظر شدیم تا این پخش شد از رادیو، از تلویزیون و از رادیو. من خودم بعدم فضولی کردم، تلفن کردم به سفیر آمریکا و گفتم که شما این نطق خوندید یا نه، این نطق شنیدید یا نه. گفت من شنیدم ولی خب چون فارسی نمیدونم اینو دارن ترجمه میکنن برای من که من ببینم چی هستش، ولی فقط میتونم به شما بگم که آقای لاچینی به من تلفن کردن گفتن این نطق خیلی نطق خوبی بود. و خب البته من میدونم چون آقای لاچینی اینا همه شون جز به جبهه ملی و اینا بودن، مطابق میل اونا بود البته اینا، ولی این نطق من خیلی خوشحال هستم که تونستم بگم کی این نطق رو نوشت. برای اینکه همه میگفتن که این نطق رو آقای امینی نوشته، آقای شریف امامی نوشته، آقای شجاعی الدین شفا نوشته، اینا درسته بودن. آقا اینا هیچ کدوم از اینا در این کار اصلا دخالت نداشتن، این نطق رو فقط و فقط آقای حسین نصر و آقای قطبی نوشتن هر دوتش، و اینو خواستم فقط خدمت رو عرض کنم. بود نظر شهبانو هم بود البته دیگه، البته میدونید رادیو تلویزیون که متاسفانه خدمتون عرض بکنم بنده خیلی هم نه دشمنی دارم نه دوستی هم دارم من با آقای رضا قطبی، ولی بالاخره در یک جایی هستش که آدم میتونه کریتیک آدم بدون شک بگه. بله. آقا چطور ممکن هستش که رادیو تلویزیون ایران اصلا از هیچ واقعی حسابی که در ایران میفته خبر نده و فقط اخباری رو بده که مردم رو ناراحت بکنه یا اینکه به ضرر دولت باشه؟ من در مکزیک هم بودم آخرتر، من در مکزیک که بودم من اونجا خوب مطالعاتی داشتم. پادشاه مکزیک ماکسیمیلیان برادر پادشاه اتریش فرانسوا ژوزف بود و این پادشاه مکزیک بود و بعدم اونجا باز آمریکایی‌ها یه کارایی کردن و خواستن دموکراسی به وجود بیارن و بالاخره پادشاه رو زندانی کردن و بالاخره پادشاه رو اعدام کردن. و من اینی که در اونجا دیدم که خب میجوز اطلاعاتی است که من به دست بردم. آقا یه دفعه در تهران شب نشسته بودم، حالا چه روزی؟ 14 بود یا 24 خرداد بودش که خمینی اینا در قم شروع کرده بودن در دفعه اول، در دفعه اول که بله 14 خرداد بود، خرداد بود اینا. شب 14 خرداد یه فیلم اینو در تلویزیون تهران نشون دادن و بعد فیلمی که در تلویزیون تهران نشون دادن من بازارم تماشا میکردم، من گفتم امیدوارم که اون قسمت آخرش که پادشاه رو تیربارون میکنن اون رو نشون ندن، اقلا اونم نشون دادن. بله معروفه. روز بعد من به علازه دادم گفتم دیشب فیلم ملاحظه فرمودید آخه؟ بله فرمودن که بله شدیدم به آموزگار بگی، آموزگار بود نخست وزیر. بعد وقتی یه پیاده میرفتم با علازه بالا به کاخ بالا، همین بالا حضرت شاهزاده رضا پهلوی از اتاق از قصر خودشون کاخ خودشون کوچولو پریدن بیرون، گفتم پاپا شما دیدید دیشب چه فیلمی رو نشون میدادن؟ گفت خب بله به اون پسر دایید بگو که این فیلم ها رو نشون میدن. ولی خب متاسفانه این اشتباهات رو کردن دیگه. یک سیاست مطلق وجود نداشت در کشور که همه چیز رو در مسیری بکشونی که شروع شده بود دیگه. خب برای اینکه خب تصمیم گیری ها شخصی بود دیگه، فقط از طریق شاه فقیر بود و متاسفانه این کتاب چیز اگر شما بخونید متروخین رو بخونید ما که خدمتون عرض کردم تمام این سازمان ها همه اینا رو همه رو نوشته و تمام نزدیکی که این آقایون دانشجویان در داشتن در پاریس و پاریس چهده که بودن همه اینا رو تمام دونه دونه نوشته که اینا بودن و چه حتی که من نمیتونم باور بکنم نشود چه حتی چیز سرپرست این دانشجویان که آقای جهانگیر تفضلی بودش اونم آدم ما بود، یعنی آدم کیچیبی بود. اون واضح فرمایید خیلی جالب، خیلی جالب این کتاب اگر بخونید آدم اولا با آدم نمیتونه باور بکنه، ولی بعد چون که صحه دولت انگلیس داره که به تأیید اینه که این کتاب تمام چیزا مدارک صحیحه آدم کم کم باور. اینطور شما متوجه میشید که از نظر اطلاعاتی چقدر سازمان امنیت سابق ضعیف بوده. والا سازمان امنیت سابق رقیب بنده همونی که خدمتتون عرض کردم دیگه، ولی سازمان امنیت سابق والا من اونایی که بنده میدونم که بیشتر فکرشون در این بوده که مردم چجوری زندگی میکنن و کی چی میگه. صحبت که حتی در سفارت خونه ها که ما بودیم فقط میپاییدن که چه اتفاقاتی در سفارت میفته، ولی آیا گزارشات حسابی خلاه ملاحظه بفرمایید این آقای رفیزاده که الان کتاب نوشته آقای رفیزاده آقای ایشون پول بگیر همه دستگاه ها بودن، ایشون نماینده با FBI کار میکرد با CIA کار میکرده،
خب من 4 سال با آقای رفیع‌زاده بودم در اونجا. آقای رفیع‌زاده در واشنگتن نبود و در نیویورک بود. چه بازی‌های اینا سر ما در می‌آوردن باور بفرمایید، ولی خب البته من هیچ وقت با ایشون همکاری نداشتم و نتونستم کاری بکنم، ولی خب ملاحظه می‌فرمایید که تو این کتابش هم هر چی نوشته هم آقای رفیع‌زاده نیست که من رفتم توی اتاق دیدم علاحضرت و آقای اصلا چجوری رفتی تو اتاق علاحضرت شما در چیز در هتل والدورف تاور گارد هستش. خلاصه بنده اگه بخوام برای آقای رفیع‌زاده بگم، خب نمیخوام بگم چون ایشون میشناسم، ایشون من میشناسم، ولی خب این اشتباهات متاسفانه در زمان سفارت شما بود در واشنگتن، درسته؟ بله. من اون موقع آقای رفیع‌زاده بودم. آقای افشار، من آخرین سوال خودم مطرح بکنم. چندی پیش دیداری داشتم با تیمسار جم در لندن و از ایشون سوال کردم در ارتباط با اینکه قرار بود به ایران بازگردند و یاری بدن به حکومت قبل از براندازی بر شما برسونم و قرار بود که یاری بدن به حکومت در اون روزها، و ایشون توضیح دادن که به این ترتیب که مدتی بود که از دربار به من زنگ می‌زدند و می‌خواستند که من به ایران برگردم و نزد اعلیحضرت برم. من قبول نمی‌کردم. یه مدتی طول کشید و بعد تصمیم گرفتم که این کار رو بکنم. پرواز کردم رفتم تهران و اینطوری که ایشون توضیح دادن، ضبط ویدیوش هست، گفتن روز بعد من تقاضای شرفیابی کردم و رفتم نزد اعلیحضرت. و این مدت خیلی کوتاهی قبل از خروج شاه بوده در ایران، درسته؟ و ایشون اینطور که در مصاحبه به من اظهار داشتن گفتن که من به شاه فقید عرض کردم که من میدونم نباید از شما سوال بکنم، ولی اجازه بدید که من سوال بکنم که چگونه شده و چه اتفاقی افتاده که پس از 20 سال شما عقب من فرستادید و خواستید که من خدمتتون برسم، و ایشون گفتن که من عقب شما نفرستادم بلکه آقای بختیار شما رو خواستن. در حالی که ما میبینیم این واقعه روزی رخ میده آقای افشار که چند روز قبل از مسافرت شاه به خارجه و همه حس میکردن اگر این وقایع رو از دهن آقای تیمسار جمع نشنیده بودن که شاه از همه یاری میخواست و احیانا هر کسی که میرسید میگفت چرا آستین خود رو بالا نمیزنی و یاری نمیدی و نجات نمیدی مملکت رو. سوال من از شما که در اون روزها رئیس تشریفات دربار ایران بودید اینه که واقعا خلقیات شاه در اون روزها چگونه بود؟ چگونه شد که به یه شخصی مثل تیمسار جم که نسبت فامیلی هم با دربار داشت و شناختی هم از گذشته داشتن ازشون، من میدونم شاید زیاد خوششون نمیومد در گذشته، ولی به هر حال نیرویی بود که ملت هم روش حساب میکرد، جبهه ملی روش حساب میکرد و در اون روزها شاه خودش مقداری اینترست داشت که نیروهای مختلف رو نزدیک کنه. چطور بود که شاه از تیمسار جم نخواست که آستین تو بالا بزن و بیا یاری بده، کمک بکن که این کشور نجات پیدا کنه؟ والا این یک معمای سلبته برای بنده. اونی که فرمودی در دربار تلفن میکردن، اون کسی که دربار تلفن میکرد بنده بودم، برای اینکه آقای بختیار هم به من گفت که شما که با جم قومقیشی هم دارید خوبه که خواهش کنید که بیا تلفن بیا. و خب خانم جم دختر عمویه خانم بنده است. بعد من تلفن کردم، گفت نمیام. دو سه دفعه گفتم فریدون خواهش میکنم که دیگه اگر الان نیایید هر اتفاقی که بیفته بعدا گردن شما میزن، میگن که شما کوتاهی کردید، این همه بالاخره شما هر چه باشه سوگا خدمت کردید. خلاصه ایشون قبول کردن که بیان و صبح ساعت 7 با هواپیما وارد تهران شدن و بنده و خانومم رفتیم از فرودگاه ایشون آوردیم و همون روزم اتفاقا ظهر ایشون آوردن رفتن به دور حضرت. و وقتی که برگشت بیرون از اتاق دیدم آقای جم چشماش اشک‌آلوده و خیلی خب علاقات خیلی دوست داشته جم و آمده بود بیرون و با هم یه صحبت که کردیم درست همین مطالبه که حضرت عالی فرمودید ایشون هم به من گفتن علاقات امری که فرمودید ایشون هم آقای بختیار هم میخواد من وزیر جنگ باشم. آخه در این وضع فعلی وزیر جنگ کاری نیست، وزیر جنگ فقط ترفیعات رو میتونه بیاره و تو رو علازد یا گزارشاتی راجع به ارتش و ساختمان های ارتش بده.
این موقع باید یه نفر باشه که رئیس ستاد باشه، رئیس ستاد کل و بتونه دستوراتی بده و بتونه کنترل رو تمام ارتش داشته باشه. بعد اعضاء فرمودن و حالا تصمیم اینجوری، همینطوری تصمیم اینجوری گرفته شده قره‌باغی باشه. بعد آیتی هم بودن پس بابون اگه این تصمیم اینجوری گرفته شده پس چرا شاکر احضار فرمودید؟ بعد قرده گفتم من شما رو احضار نکردم، بختیار شما رو خواست بیاد پیتر با اومدید. و بعد هم دیگه جمع رفت، وقتی هم که بعد رفت و دیگه صحبتی هم ازش نشد و پیشنهادایی هم کرده بود و اعلی حضرت و به قضی ناراحت شد که دیگه مثلا در همونجا البته در انگلستان دیگه موند و دیگه فقط جمع میدونید جمع عاشق ارتش بود. اصلا اطلاعات جمع درجه یکه، جمع فوق‌العاده فرانسه‌اش عالیه، جمع انگلیسیش درجه یک و جمع در مدت 4 سال که سفیر بود در اسپانیا اسپانیایی صحبت میکرد و کتاب به زبان اسپانیایی مینوشت. و یه دفعه موقعی که من در آمریکا بودم به من کاغذ نوشتش که اصلا من الان آخه میدونی مدتی دیگه خب از ارتش اومده بود بیرون و رفته بود سیویل شده بود و سفیر شده بود و گفتش که تو نمیدونی من بزرگترین و خوشبخت‌ترین روز من 3-4 روز پیش بود که من رفتم استوارنامه‌مو بدم به یه ژنرال چیزی اونم با اونیفورم سر فرانکو. خیلی خوشحال بود که بازم با یک ژنرال بازم با یه ارتشی سر کار داره پایین. عاشق ارتش بود من. ولی البته همیشه میگفت که در رئیس ستاد بودنم برای من بسیار مشکل بود در اون موقع، برای اینکه ستاد همه خودشون مستقیما به اعلی حضرت نزدیک میشن، گزارشاشون رو خودشون مستقیم میدادن. بعضی وقتا ایرادی هم که ما بعضی وقتا میگرفتیم میگفتن نه مطلب به عرض رسیده بنفی. در حال میدونید با وجود این در این موقع سخت حاضر بود که بیاد این خدمت رو انجام بده بره. ولی به چه دلیل آقای قره‌باغی آمدن در این کار بنده؟ من از کلم آخرین سوال خودم بیشتر احساساتی است از شما که مستر کارهای بسیار با اهمیتی در کشور بودید، سفیر ایران در کشورهای مختلف بودید و این یک سال و نیم آخر رژیم گذشتم در دربار شاهنشاهی تشریفات رو حفظ میکردید. چگونه شد که از یک چنین نیروهای از در ایران استفاده نشد؟ کسانی که وطن پرست بودند، کسانی که عشق به کشور داشتند، برای مثال خود جم امثالیشون زیاد بودند، در نیروهای سیاسی هم بودن. نظر شما رو میخوام بدونم واقعا چطور شد که از این نیروها استفاده نشد؟ بعد خب مراضی بفهمید که فقط میشنم در چند کلمه خدمت رو از کنم که مقانعی که برای اینا ایجاد میکردن که نتونن بیان ازشون استفاده بشه. بالاخره کسانی بودن که افراد خودشون رو نزدیک میکردن به اعلی حضرت، افرادی بودن که مانع میشدن کسان دیگه نزدیک بشن، همونطور که عرض کردم خدمتتون تمام اونایی که سابقا در سیاست بودن شاید مملکت هم نجات میدادن در مواقع بسیار سخت، حالا از قوام سلطنه گرفته یا از فرض بفرمایید از ساید گرفته با نفت نمیدونم موضوع نفت، این همه اینا به یک نحوی از آنها بالاخره خدمت میکردن، مانع از این شدن که اینها حقیقتا نزدیک بشن برای خاطری که خودشون در نزد اعلی حضرت مقرب باشن. و من تصور میکنم که اعلی حضرت میبایستی که البته تشریفات بنده از خودم چیزی صحبت نمیکنم ولی فقط یک سال و نیم اونجا بودم، ولی من اگر که شاید 2-3 سال زودتر میامدم بیشتر میتونستم شاید خدمت بکنم. در همین یک سال و نیم گذشته که بنده بودم خب یک کاره خیلی بزرگی هم انجام شد، برای خاطری که اعلی حضرت 22 تا آجودان داشتن. بعد یه روز به علاوه درست کردم که یه چیزی پیش آمد که علاوه فرمودن که برای یه خانومی بودش که در دربار کار میکرد، علاوه فرمودن که برای این خانوم یک فرمان بنویسید که امضا بکنم. عرض کردم که من فرمان چی؟ فرمودن فرمان آجودانی. عرض کردم علاوه زد آخه سابقه ای نداره که یه خانومی آجودان علاوه باشه، اگر هستن این خانوما در یک کشور مثل هلند که ملکه هلند هستن. با ما باشید تا در طی هفته‌های آینده نیز به عواقب این دگرگونی تاریخی که عامل کوچ میلیون‌ها ایرانی گردیده است بپردازیم. در نگاه به کوچ ایرانیان با ما همراه باشید تا روزی با هم آن را به پایان برسانیم.
و ما در غربت همچنان دوره می‌کنیم شب را و روز را هنوز را.